گلگشت برنامه است کاملا مستقل بدون وابستگی به نگرش‌های قومی، سیاسی و دینی. گلگشت کوشش می‌کند دیدگاه‌های گوناگون سیاسی، ادبی، هنری و فرهنگی کارشناسان، نخبگان و فرهیختگان را به شما ارائه دهد. با این امید که فضای گسترده‌تر برای تقابل اندیشه‌ها به دست آید. نگرش‌های متفاوت را برمی‌تابیم، پاکیزگی کلام را پاس می‌داریم و با هم به گلگشت می‌رویم. با صمیمانه‌ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه گلگشت امروز رو با یک مهمان بسیار بسیار ارجمند، گرامی و معرف حضور همه که نیازی به معرفی ندارند، یعنی جناب آقای پروفسور عباس میلانی آغاز میکنم. فرصتی دست داد که با همه گرفتاری هایی که داشتن دعوت من رو یک بار دیگه بپذیرن و در خدمت شما باشم. آقای دکتر سلام عرض میکنم. سلام زمان قربان به شما و به همکارانتون و به همه بینندگانتون در اقصا نقاط گیتی. خیلی متشکر. آقای دکتر میلانی، تبریک خیلی خیلی مفصل از طرف خودم و تمام کسانی که کتاب شاه رو، نگاهی به شاه رو که به فارسی مرقوم فرمودید خوندن دارم و این مأموریت رو دارم که این تبریک رو حضورتون ارائه بدم. و همین الان هم که خدمتتون شروع کردیم به صحبت کردن، قبل از برنامه با آقای لیمونادی صحبت میکردم، واقعا کارستون این کاری که انجام دادید و میخواستم ببینم خودتون چه خبر دارید از عکس العمل انتشار کتاب در ایران از طریق اینترنت و از طریق کتابایی که اونجا یا تقلبی چاپ کردن یا اصل قضیه رو، اصل کتاب رو آفست کردن و به فروش رسوندن. والا اولا بی‌نهایت متشکرم از مهر مثل همیشه تون. من اتفاقا در مورد نحوه برخورد با کتاب یا میزان خوندنش، دیروز در سایت بی بی سی ناشر کتاب مطلبی نوشت تحت عنوان پاسخ به نقدی که نوشته نشد. اونجا ارقامی رو چاپ کردن که واقعا برای من به غایت هم مایه افتخار هم مایه دلگرمی است. بر اساس ارقامی که در اونجا منتشر شد، همه شاید خوانندگانتون به بینندگانتون بدونن که چون رژیم کتاب رو در داخل به اصطلاح ممنوع کرد، من تصمیم گرفتم که در یک سایتی که اسمش هم هست abbasmilani.net اون رو مجانی برای دانلود برای خوندن در داخل ایران قرار بدم. این ارقامی که میگم تا 30 سپتامبر 2013، تقریبا دو هفته و نیم پیش، تعداد هیت در اون سایت 9,128,049 نفر. حیرت انگیزه. تعداد کسانی که به سایت مراجعه کردند و کتاب رو شروع به خوندن کردن 207,900 نفر. تعداد کسانی که در داخل کتاب رو خوندن از طریق همین سایت 23,600 نفر. تعداد کتابی که در خارج فروخته شده در همین دو ماه اخیر 5,120 نفر. تعداد کتابی که در دو سایت مختلف به طور غیر مجاز اون را در اینترنت در ایران خوندن، یکیش سایتی بود به اسم کتابناک که اون رو گذاشت در سایتش، در ظرف دو هفته اول 23,000 نفر حدوداً کتاب رو دانلود کردن در داخل. ناشر بهشون اعتراض کرد که این کار شما غیر مجاز، ما کتاب رو مجانی گذاشتیم برای خوندن، شما دیگه چرا این کار رو میکنید؟ اونها در نهایت حسن نظر برداشتنش. یه سایت دیگه در قم میگن اون رو گذاشته و ما تخمین زده ناشر که بین 20,000 تا 30,000 تا اون زمان کتاب فروش رفت، کتاب غیر مجاز، چون به دو شکل کتاب در داخل چاپ شده، یکی یه ترجمه بسیار معیوب مغلوط با یک تصویر بسیار زشتی روی جلد و متاسفانه با اسم من روی جلد، من هیچ نقشی در اون کتاب ندارم، و یکی هم از خود کتاب را آفست کردن. در فاصله دیروز تا امروز که این در بی بی سی چاپ شد، یکی از روزنامه‌نگاران بسیار معتبری که در ایران هست و چون نام خصوصی است من اسمش رو نمیگم،
مطلبی برای ما نوشتن که خبری که ایشون دارن اینه که کتاب در داخل به شکل غیر مجاز حدود 100 هزار نسخه فروش رفته. تنها کاری که رژیم جمهوری اسلامی تونست بکنه اینه که سعی کنه من نفع مالی نبرم که در داخل کشور نبردم، ولی استقبالی که مردم کردن در داخل و میزان محبتی که از طریق همین مراجعه و از طریق این ایمیل ها نشون دادن از هر نفع مالی برای من صدها بار ارزشمندتره و من واقعا سر تواضع و سر تشکر مضاعف و مکرر از مردم به خاطر این حسن نظرشون فرو میارم. درود به شرف شما آقای دکتر میلانی. علت مخالفت جمهوری اسلامی با انتشار کتاب در ایران فقط همون مانع نفع شما شدن یا مطالبی هم هست که اونا رو ممکنه قلقلک بده؟ هر دوست. من فکر میکنم در وهله اول چون اینا قبل از اینکه کتاب ببینن ممنوعش کردن، وقتی که ممنوعش کردن حدود یک سال پیش فقط مسئلهش این بود که من نفع مالی نبرم، منم از همین طریق برنامه شما برنامه وایس آف امریکا گفتم که در قرن 20 دولت غلط کرده فکر کنه که میتونه جلوی خوندن کتاب را از طرف مردم یک کشوری بزرگ با فرهنگ فرهیخته مرتبط با جهانی مثل ایران بگیره. ایران سودان که نیست یه دولتی باشه و بتونه جلوی ورود و خروج کتاب با لباس شخصی ها یا با پاسدار بگیره. قرن 21 ایران 30 میلیون 40 میلیون استفاده کننده از اینترنت داره و هیچ دولتی نه حقشو داره و نه دیگه توانشو داره که این مرزها رو ببنده. دوران اون نوع سانسور مال قرن 19 و آغاز قرن 20 بود و سپری شده و هر منی کسانی که منادیش هستن واقعا هم گره بر باد میذارن و هم یک پدیده منسوخ تاریخی رو استفاده میکنن. بعد از این که اتفاقا در یکی از روزنامه های اصلاح طلب داخل کشور یه روزنامه نگاری مقاله ای نوشت حدود 2-3 هفته پیش که این کتاب در سطح وسیعی داره پخش میشه، روایت قاچاقش داره پخش میشه، روایت رایگانش در اینترنت هست، چرا به این کتاب اجازه نمیدین؟ بعد از اون با ناشری که قرار بود کتابو چاپ بکنه تماس گرفتن، گفتن بیان یه مقداریشو حذف بکنین ما اجازه چاپ میدیم. من گفتم به هیچ وجه از این سمت یه کلمه‌شو حذف بکنم. کتابی که 100,000 نسخش در دست مردمه، ما حالا بیان به خاطر چند قاضی که شما میخواید مثلا بعد از این به دست من برسه توافق بکنم با سانسور، گفتم نمیکنم. حاضر نیستم یه کلمه‌ش هم بزنم. به همین کتاب اجازه میدید بدید نمیدید، بذارید همین روایت قاچاق آزاد کاملش چه از طریق اینترنت چه از طریق قاچاقچی‌ها دست مردم باشه. اینجا فکر می‌کنم از محدود مواردی است که قاچاقچی‌ها نقش تاریخیشون مثبت در شکستن فضای خفقان سانسور. به همین خاطر قسمت‌هایی هست، می‌دونید مطالب زیادی در کتاب هست در مورد تماس‌های آیت الله خمینی با آمریکا، طرفدارانشون در ایران با سفارت آمریکا، نقش مهم سفارت آمریکا در به اصطلاح ایجاد آشتی بین ارتش و طرفداران آیت الله خمینی در ایران. اینها مطالبی است که خب اینها مایل به خوندنش و دانستنش از طرف مردم نیستن، ولی خب اینا اسنادی است که رو شده و هیچ راهی برای اینکه مردم در موردشون خبردار بشن به نظر من دیگه وجود نداره. بهتر بپذیرن که اینها بخشی از خاطره تاریخ الان، بخشی از اسناد تاریخ و بهتره که جوابی برای این واقعیت ها داشته باشن. اگر انقدر الان فوش نمیدادن به هر کسی که مثلا با در آمریکا ازش حمایت شده، از آقای موسوی فوش نمیداد، یک سال زندانش، 1,000 روز زندانش نمیکنن، آقای رهنورد، خانم رهنورد و آقای کروبی رو به خاطر اینکه آمریکا ازشون دفاع کرده، اگر یه چنین زورگویی های نداشتن اون تماس ها یه کمی کمتر براشون خجالت آور بود. ولی وقتی که هر کسی که کوچکترین صحبتی با هر سفارت کرده متهم میکنید، زندان میکنید، انفرادی میبرید، بعد معلوم میشه خودتون در وقتی که میخواستید سر کار بیارید
در چه سطح وسیعی در داخل و خارج با آمریکا و انگلیس و فرانسه، اینایی که من میدونم، تماس داشتید، اونجا یه مقداری تلخه و فکر میکنن اگه سانسور بکنن اون قسمت ها رو صدمه کمتره، ولی خود نفس سانسور مردم رو کنجکاوتر میکنه. من واقعا فکر میکنم اینکه این کتاب رو من کردن به این که مردم حتما کنجکاو بشن که بخوننش خیلی کمک کرد. به طور قطع. آقای دکتر میلانی، قبل از این که بپردازم به سوالاتی در مورد کتاب و بعد در قسمت دوم برنامه بپردازیم به مسائل کنونی ایران، آیا نکاتی رو جناب‌عالی همیشه در گذشته در مورد کتاب هویدا و آثار دیگه‌ای که به رشته تحریر در آوردید، اگر اظهار نظر منطقی و مستدلی رو دریافت کردید، اون رو در نسخه های بعدی مطرح کردید و تصحیح کردید یا عوض کردید، اصلاح کردید؟ آیا در مورد کتاب شاه تا این لحظه با توجه به این تعداد عظیم خواننده نکاتی رو به اطلاع شما رسوندن که ممکنه لازم باشه یک سر دیگه بهش بزنید در چاپ های بعدی بهش بپردازید؟ این اولا خیلی از دوستان با یک دقت و واقعا حسن نظر شگفت انگیزی تمام کتاب رو خوندن و هر جا کوچکترین غلط تایپی، بله، املایی، نقطه گذاری بوده برای من فرستادن. اینا رو سعی خواهم کرد که حتما چیز کنم. مثلا مستظر در تمام کتاب غلط چاپ شده، گاهی وحده غلط چاپ شده. یکی دو تا دکتر دیگه هم هست که خیلی ها دیدن و تذکر دادن و اونها رو سعی میکنیم، سعی میکنم حتما چاپ بکنم. هر نقد بین روایت انگلیسی و روایت فارسی، خب بعضی نقدهای جدی به کتاب نوشته شد در مورد متن انگلیسی، بعضی نکاتی که من اشتباه کرده بودم در اونجا توضیح داده شد و من اونها رو در متن فارسی نه تنها اصلاح کردم بلکه در زیرنویس توضیح دادم که من در متن انگلیسی اشتباه کرده بودم، در نقدی این گوشزد شد و من اینجا تصحیح میکنم. این کتابی که 700 صفحه 700 صفحه است، مثلا زندگی 60 ساله یک مردی به پیچیدگی شاه رو در بر میگیره و هزاران سند استفاده کرده، صدها مصاحبه کرده، بدون شک خالی از اشتباه نیست. هر چقدر هم من سعی کرده باشم خودم رو و نظرات خودم رو از متن خارج بکنم و تمام تلاشم این بوده، ولی هیچ کتابی به طور کامل از رد پای راویش خالی نیست، هیچ کتابی خالی از اشتباه نیست، لغزش های تاریخی نیست. حتی بزرگترین بزرگان هم وقتی که مثلا نگاه میکنید ببینید چه لغزش هایی کردن، چه برسه به آدم های کم ارزشی مثل بنده. وقتی شکسپیر مثلا، شما یکی از با ارزش ترین شخصیت هایی هستید که قربون شما. ولی نه، بدون اینو من در جولیوس سیزار اشتباه میکنه، مثلا ساعت میذاره در اونجا در اون زمان مثلا ساعت نبوده، یا یه مملکتی رو در یه نمایش دیگری براش ساحل قائله در حالی که اون مملکت اصلا ساحل نداشته. یعنی اشتباهات در این حد هست تا اشتباهات جزئی. من سعی کردم مملکتی رو که ساحل نداره با ساحل نکنم، ولی حتما اشتباه هست، حتما لغزش هست. و اگر گوشزد بکنن، اگر نقدی من بخونم که ببینید، این رو در گذشته ثابت کردین آقای دکتر. جانم میگم این مسئله رو در گذشته شما ثابت کردین، یعنی در مواردی که به خصوص در مورد کتاب هویدا چندین و چند نظر رو شما اونجا یا اضافه کردید یا تغییر دادید، اصلاح کردید به صورتی که منطقی مطرح شده و مدارکی وجود داشته که شما به احتمالی ندیده بودید قبل از اون. و میدونید در انجام این کار من
کار مهمی نکردم، اقل وظیفه‌مو به عنوان یک محقق دانشگاهی انجام دادم. این باور که مرغ یه پا داره، وقتی ما یه حرفی رو در یه زمانی بعد از حتی مثلا 10 سال کوشش، 10 سال من در این کتاب زحمت کشیدم، این که من اون چیزی که اونجا گفتم حتما حرف آخره، حتما درسته، حتما اشتباه نیست، حتما اسناد جدید لایه‌های جدیدی رو روشن نمی‌کنه، اصلا با روح علم سازگاری نیست. علم سازگاری نداره. علم یعنی دائما شما نظراتتون رو تصحیح می‌کنید، تدقیق می‌کنید، تغییر میدید. به هیچ وجه من باور ندارم که اون چی که در اونجا آمده قابل تصحیح و تکمیل نیست. 5 سال دیگه اگر اسناد تازه‌ای رو بشه که حتما خواهد شد، هر وقتی که اسناد اینو قبلا هم با هم صحبت کردیم، ما هنوز اسناد دفتر مخصوص شاه رو بهش دسترسی نداریم. آقای دکتر دست کی هست این اسناد؟ مالو معلوم نیست. میدونید من فکر میکنم تقریبا به یقین میشه گفت، اونم چون یه دفعه کسی با هم تماس گرفت در اینجا که دانشگاه استنفورد اینا رو بخره، ولی چند میلیون پول میخواستن، مطمئن نیستم درست میگفتن، ولی ادعا میکردن که دارن. ولی در این که یه کپی از این اسناد به خارج فرستاده شده شکی نیست، یعنی وجود داره، این رو مطمئن هستین که وجود داره؟ من تقریبا یقین دارم که وجود داره، برای اینکه از منابع متعدد بسیار معتبری، واقعا تعداد منابع اونقدر متعدد و معتبر هست که بشه گفت که قاعدتا با یقین میشه باور کرد که شاه قبل از خروج یک نسخه از این اسناد رو به خارج فرستاد و نسخه دیگر رو دستور داد از بین ببرن. و به همین خاطر هم هست که جمهوری اسلامی در 34-35 سال اخیر خیلی کم مطلب جوندار در مورد دفتر مخصوص و در مورد مسائل شاه تونسته چاپ بکنه. هرچی چاپ کرده مطالب درجه 2 و درجه 3 هست و خیلی جونگیر نبوده. ولی حالا من این شاه بخت رو داشتم که به اسناد آقای زاهدی مثلا دسترسی پیدا کردم، ایشون لطف کردن گذاشتن من اسنادشون رو ببینم. اون اسناد هزاران صفحه از همین گزارش های خیلی محرمانه است که به شاه داده میشده، شاه جواب میده، خط شاه رو اونجا میتونه آدم بخونه، نحوه برخوردش رو میتونه ببینه، در نه در جلبت ولی در خلبت یه گزارش خیلی 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 محرمانه که علیشوی زاهدی با خط نوشته، شما هم با خط نوشته، توی صندوقی جمع کرد که دوتا کلید فقط داشته، یکی دست زاهدی یکی دست شاه، رد و بدل میکرد، در این حد محرمانه بوده. اونا خیلی کمک میکنه که اون فقدان اون مجموعه تا حدی جبران بشه، ولی وقتی که این مجموعه در بیاد خب حتما بایستی برگشت و سطری کتاب رو خوند و دید آیا این اسنادی که در میاد الان چه تغییری در اون روایت میتونه ایجاد بکنه. بعد سعی کرد اون اسناد رو با اسناد خارجی که وجود داره، خب خیلی از این اسناد یه نسخش مثلا نامه شاه نیکسون مثلا، خب یه نسخش در کتابخونه نیکسون هست، بعضی از اینا رو خوشبختانه میشه دسترسی پیدا کرد، ولی مسائل داخل ایران سفارت های خارجی طرفش نبودن، عملا ما تابع خاطرات هستیم و تابع روایتی که هر کسی از این جریانات میگه و میدونیم که خاطره قدیده مخاطر انگیزیه. دکتر میلانی، یه عده ایراد گرفتن به این که اسنادی رو که شما خیلی در واقع در طول کتاب کمک هایی رو که آقای اردشیر زاهدی بهتون کردن مورد تشکر و تمجید قرار دادید، و عده‌ای یکی از ایرادایی که گرفتن، لابد خودتونم ملاحظه فرمودید، این هست که حرفای ایشون و اسنادی که ایشون ارائه دادن زیاد قابل اعتماد نیست و یک جانب است، یک سوی است. تا چه حد به اینها میشه پاسخ داد به این گروه؟ پاسخش خیلی سریعه. من تقریبا هیچ موردی مگر مواردی که اون طرف دوم رو نمیشد تاییدش رو پیدا کرد من در کتاب نیاوردم. یعنی اگه مثلا آقای زاهدی من گفت که من
به سفیر انگلیس در ایران رو پرسونا نان گراتا اعلام کردم و بعد با میونجیگری علم و شاه دنیس رایت از ایران بیرون نرفت، اینو زاهدی به من گفت، ولی من تا وقتی که سندش رو در سفارت وزارت امور خارجه انگلیس پیدا نکردم و در خاطرات خود دنیس رایت پیدا نکردم و با دنیس رایت من مصاحبه نکردم، اونو در کتاب منعکس نکردم. بعضی چیزا هست که خب طرف فقط این دو نفر بودن. وقتی نامه نوشته، من کپی نامه رو برداشتم، عکس از نامه گرفتم دارم، وقتی نامه نوشته به شاه مثلا در مورد جشنهای 2500 ساله و خط شاه در حاشیه هست، خب این دیگه احتیاجی به بله چیز تایید دیگر نداره، خودش سندیت داره، در هر محکمه ای یه چنین چیزی سندیت پیدا میکنه. هرگز هم آقای زاهدی نه کتاب رو قبلش دیده، نه در تمام اون مدت یک بار به من حتی چیز که کوچکترین اشاره کرده که فلان چیز رو بنویس یا فلان چیز رو ننویس. اسناد رو در اختیار من گذاشته، من رفتم خوندم، اونایی که دلم خواسته انتخاب کردم. روایت کتاب در خیلی از مسائل با روایت آقای زاهدی یکی نیست. این که کسی میاد مجموعه اسنادش رو در اختیار شما میگذاره و بعد اینها رو وعده میکنه و قراره که بیاد در دانشگاه استنفورد تبدیل بشه به یکی از مهمترین مجموعه های از تاریخ معاصر، تاریخ دوران محمد رضا شاه در خارج از کشور، بدون شک ازش من تشکر کردم. ولی آیا کتاب روایت ایشون هست از ماجرای 28 مرداد بگیرید تا اختلافاتش با مثلا هویدا یا اختلافاتش با علم؟ من در حدی که عقلم میرسیده سعی کردم هر دو سوی ماجرا رو منعکس بکنم. اگر ادهی فکر میکنن نظر ایشون بیش از حد منعکس شده، خب طبعا حق هر کسی است که روایت خودش رو از کتاب داشته باشه. من تلاشم قطعا این نبود، ولی در این حال هم خیلی ازشون متشکر هستم و در کتاب هم به صراحت تشکر کردم. بله. به اسناد رو در اختیارم داشتم. آقای دکتر، اینی که اشاره کردید به این کسانی که اهانت میکنن به افراد، امروز یک خبری بود تو یکی از این رسانه ها راجع به یکی از این افرادی که این رژیم تربیت کرده به عنوان مداح، که این آقای مداح اولا هر چی دلش میخواد میگه، در گذشته هم الفاظی رو به کار برده در مورد حتی رفسنجانی که کلی توی این رژیم به اصطلاح زحمت کشیده و جزء بنیانگذاران رژیم بوده و دو بار رئیس جمهور بوده، الان رئیس تشخیص مصلحت نظام هست. و خلاصه این آقا جالب منصور، این اسم یکی آقای حدادیان هست که اینو آقای احمدی نژاد از دست پرورده های آقای احمدی نژاده که الان وارد سیاست میشه و به روحانی، به آقای رئیس جمهور جدید تذکر میده که اگر مجلس توفیقی را تعیین کند، توفیقی مثل اینکه تو مجلس یک کسی یه چیزی گفته، نان در شراب زده و خورده است و بعد خب هرچی دلش خواسته گفته، یا یک کسی دیگه به اسم منصور عرضی، اصلا زشترین واژه ها رو به کار برده بر علیه رفسنجانی. یعنی واقعا من نمیدونم این ادهی رو که این رژیم پرورونده و تو اون مملکت اینا سر برداشتن، حتی بعد از ساقط شدن این رژیم کار به کجا برسه و اینا چه خواهند کرد؟ این بعد از ساقط شدن رژیم یا بعد از قطع این پولی که به هر حال به این مداها میدن، اینم بناییست که از زمان آقای خامنه‌ای به خصوص گسترده شد. احمدی نژاد تبدیلش کرد به یک سیستم کاملا واقعا مفسده برانگیز. یه سری در فارسی قبل از انقلاب اینا پامنبری بودن دیگه، در بله. مفهوم دقیق قاریخون بودن. بله قاریخون بودن، میرفتن. نه یعنی دقیقا ما وقتی که میگفتیم یارو پامنبری میخونه، هم اینا بودن. اینا حتی اجازه نداشتن طبق رسم خود سنت روحانیت که از منبر برن بالا.
تو حالا یه چنین کسی که یه آوازخونی است که به جای اینکه آواز معمولی بخونه، خیلیشون از اون آوازا هم میخوندن. بله بچه ها از این کارو کردن. بله دقیقا، به جای اینکه بیاد اون پای منبر وایسه، حد خودش رو بشناسه، روزش رو بخونه، پولش رو بگیره بره، حالا به خودش حق میده که در همه مسائل نه تنها اظهار نظر بکنه، به عنوان یه شهروند هر کسی حق داره اظهار نظر بکنه، ولی یه جوری برای مجلس تعیین تکلیف بکنه. بله. حتی حالا مجلس خود این رژیم بگیریم که مجلس نظارت استصوابی است، تو چیکاره مملکتی که برای نمایندگان مجلس و کسی که منتخب 18 میلیون آدم، آقای روحانی، یه کسی رو کاندید کرده برای وزارت علوم. بله، خود بابام 20-30 سال تو این رژیم، آقای توفیقی به هر حال آدم تازه کاری نیست، تو این رژیم مصدر کارهای مختلف بوده، و تو بیه برای اینا تعیین تکلیف بکنی و بعد نفرین بکنی رفتن جایی. بله، خدا اینو بکش. اصلا ابتذال سیاست در ایران گاهی به یه جایی میرسه که دقیقا در اون محل تلاقی تراژدی و کمدی آدم نمیدونه بخنده یا گریه کنه به یک چنین وقاحتی، یا بگریه. نه به خاطر اون چی که میخونن، ولی به خاطر اینکه یک چنین کسانی به خودشون حق میدن برای مردم تعیین تکلیف بکنن، حق میدن بازیگران عرصه سیاست بشن. آقای دکتر، سقوط عظیمی است در متاسفانه. آقای دکتر اگه اجازه بدید ما یک مکس کوتاهی بکنیم، به یک قطعه موسیقی گوش میدیم، برمیگردیم و صحبتمون رو ادامه میدیم. با عرض معذرت. همه به جرم مستی سر دار قلامت میمیریم و میخوریم سر ساقی سلامت سر تو هم به دل گرفتی دل ما رو شکستی سبوی ما شکسته در میکل بسته امید همه ما به همت تو تو هم به دل گرفتی
همت تو ساقی تو چه گره گشایی تو چه ذات وفایی همیشه یادمایی همیشه یادمایی به همت تو ساقی تو که گره گشایی تو که ذات وفایی همیشه یادمایی اگه مستی گناه باید مستا رو هزد به شلاق بدار میگن مستی گناهه به انگشت من آمد باید مستا رو هزد به شلاق بدار. بینندگان عزیز، به برنامه گلگشت از تلویزیون ایران فردا توجه می‌فرمایید. گفتگو می‌کنم با آقای دکتر عباس میلانی که معرف حضور همه ایرانیان در سراسر دنیا هستند. آقای دکتر میلانی، بپردازیم به مسائل روز و اون چه که داره اتفاق می‌افته. تا چه حد شما خوشبین هستید؟ آیا باز این یک بازی است که جمهوری اسلامی داره در واقع اجرا می‌کنه، یک تئاتری است که ما شاهدش هستیم، یا واقعیتی است که به علت فشارهایی رو که تحریم‌ها روی رژیم آورده مجبور شدن تن در بدن و آقای خامنه‌ای جرعه جرعه زهر رو بنوشن؟ من فکر می‌کنم دومی است، یعنی فکر می‌کنم مسئله کمی برای رژیم جدی‌تر از این است که فکر کنم یک بار دیگه میشه این بازی رو انجام بدن، وقت بخرن و به امید اینکه در آینده فرجی در کار خواهد بود برنامه خودشون رو ادامه بدن. متاسفانه از یه طرف من خوشحال میشم که واقعا یک فرجی در کار بشه، برای اینکه فکر کنم یک فرجی ممکنه در کار زندگی مردم ایجاد بشه. مردم تحت فشار هستن، این چیزهایی که آدم از داخل ایران میخونه، از وضع زندگی مردم، از قیمتها، از قیمت مسکن، از مقدار بیکاری، تورم، خروج دلار از ایران، همه اینا یک فاجعه اقتصادی واقعا عظیمی است، یک بلای عظیمی است که بر سر مردم اومده. اگر یک فرجی بشه، این کمی کم بشه، من خوشحالم. ولی نکته دیگر این است که اون چی که به نظر میرسه از تمام شواهد موجود رؤوس توافقی است که اینا الان میخوان بکنن، تحت فشار، تحت استیصال، هر چقدر هم اولدرون بولدرون میکنن که ما بعضمون خوبه و تحت فشار این کارا نمیکنیم، خب مردم به ریششون میخندن، چون هم مردم در ایران بعضی اونا رو میدونن، هم جهان وضع اقتصاد ایران رو میدونه. گرفتاری در اینه، تراژدی در اینه که اون رؤوس مطلبی که الان، اون رؤوس توافقی که الان به نظر میرسه دارن بهش میرسن، 5 سال پیش هم برای ایران قابل دسترسی بود، شاید 8 سال پیش هم قابل دسترسی بود، یعنی حتما 5 سال پیش قابل دسترسی بود. اینکه شما مملکت رو در تمام این مدت با دچار این فشارهای اقتصادی، این فشارهای سیاسی، این فشارهای روانی که یه نتیجهش 5 میلیون معتاد شیشه در مملکته، یه نتیجهش خروج بی سابقه مرزها از ایرانه، همه اینها وقتی کنار هم میذارید، اینها بهایی است که این رژیم برای این سرسختی و برای این بیکت کفایتی و بی تدبیری داده و حالا مجبور شده همون قراردادی که میتونست 5 سال پیش بهش برسه و مردم رو از این مشقت که وضع زندگی روزمرهشون شده وابرهونه انجام نداد، حالا در استیصال، در درماندگی مجبوره که این کار رو
به نظر من انجام بده. و اون چی که خیلی سمبولیک جالب بود که آقای ظریف با کمردرد رو چرخ آمد در جلسه. بله. نه اگه در یه فیلم نشون میدادن فکر میکردن کارگردان شاید زیاده از حد به استفاده از نمادهای سیاسی تکیه کرده، ولی در از یه طرف یک دیپلمات کارکشته مثل ایشون رو رژیم میپذیره، همین رژیمی که چند سال پیش از کار برکنارش کرد، کما اینکه به نظر من شاید موفق ترین نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل ایشون بود قبل از اینکه احمدی نژاد برکنارش بکنه. ولی یه چنین کسی رو وزیر امور خارجه اجازه میدن بشه، ولی در شرایطی است که کمرش واقعا به قول ما ایرانی شکسته، کمرش از لطف آقای شریعت مداریه، شریعت مداری بله از لطف آقای شریعت مداریه، ولی اصلا اهم چیز سمبولیکش خیلی برای من شگفت انگیز بود که دقیقا در یک موقعیتی که اینها و این تکرار یک روند مکرری است که اینها در گذشته هم کردن، چه در جنگ ایران و عراق، چه در قضیه گروگانگیری، به جای اینکه در موقعی معقولی یا دست از کار غیر معقولشون بردارن مثل گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی، گروگانگیری دیپلمات، اینا فکر کنید اگه مثلا دو روز سه روز بعد آقای خمینی اون حرف معقولی که باید میزد میزد که آقا گرفتن دیپلمات خلاف عرف بین‌المللی ایران رو به خاک سیاه میشونه، ول کنید اینها رو برن. این که حالا تمام مدت الان میدونید دقیقا در شرایطی که اومدن با استیصال دارن مذاکره میکنن، دارن تمام سعی میکنن بحث رو ببرن رو این که آیا در یک مقطعی مثلا در 1986 آیت الله خمینی باش پایان شعار مرگ بر موافق بوده یا نه. اصلا این بحث واقعا بی معنای پوچیه، گیرم بوده یا نبوده. اولا آیا یه چنین شعاری هرگز عقلانی است برای یه دولتی؟ دقیقا. یه شعار مرگ برای یه کشور دیگری، هر کشوری، آیا اگر در مدارس آمریکا هر روز شعار مرگ بر ایران مجبور میکردن بدن، آیا در آمریکا اگر مجبور میکردن بچه ها هر روز از پرچم ایران با کلام از قرآن روش راه برن، آیا خوششون میامن؟ آیا این حرف معقولیه؟ حالا گیرم امام در اون زمان گفته یا نگفته، هر چی گفته یا نگفته به اون زمان تعلق داره، الان یه شرایط متفاوتیه، الان یک دعوای متفاوتی شما با دنیا باش رو برو هستی، دستتون به شکل کاملا واضحی خالیست از خیلی از چیزهایی که قبلا داشتید، تمام این های هوی اصلا برای من باور نکردنیه که الان میگن آقای روحانی دستور داده که نظرسنجی بکنن. امروز صبح میدیدم که میگن اولین علائمش همونی که همه حدس میزدن که 70-80 درصد مردم میخوان روابط با آمریکا عادی بشه. 6 سال پیش یه چنین همه پرسی دوباره شد، زندان کردن همه را آقا دکتر، اونایی که این کارو کردن زندانشون کردن. آقای قاضیان رو به عنوان یکی از مجریان اون تر گرفتن انداختن زندان، برای اینکه از روایت خوششون نمی آمد، از قدیم میگن روایت خوشش نمی آمد، مستبدین راوی رو میگیرن میکشن. اونا الان اومدن همه پرسی کردن، سپاه امام جمعه مشهد، امام جمعه تهران، همه یه دفعه شروع کردن که آخه چرا میخواید آقای ولایتی، چرا میخواید همه پرسی بکنید، این سمه، چرا همه پرسی سمه؟ خیلی بده. بله، یعنی همه پرسی سمه اگر سیاستهای شما سم واقعیه، برای اینکه همه پرسی نشون میده که این سیاست‌های سیاست همون 10-15 درصدیه که شما در مردم رأی دارید.
یعنی رأی این رژیم همون 10-15% که الان هم مخالف سیاست آمریکا هستن. تو انتخابات اول و دوم احمدی نژاد هم دیدیم دیگه، در رأی اولش 5 میلیون بود دیگه، 5 میلیون و نیم بود، بعد با سپاه و با بسیج و با هزار و یک جور خرج و با هزار و یک جور خانش ویژه از آرا اون نتایج انتخابات رو به اون شکلی که اعلام کردن. ولی اینکه شما اجازه ندید به دولت یه مملکتی که فقط بگه ما میخوام نظر مردم هم بدونم، دولتی که خودتون میگید منتخب مردمه و بهش افتخار میکنید، هم میگید منتخب مردمی، هم مدعی هستید که نظراتتون نماینده اکثریت به اتفاق مردمه و فقط یه عده مزدور، اگر شریعت مداری رو مثلا ملاک بگیرید، یه عده مزدور سوروس و آمریکا و اسرائیل هستن که میگن آمریکا ایران باید روابطشون عادی بشه. خب اگر شما درست میگید، بذارید تمام پرسی بشه دیگه، اون وقت دنیا مجبوره بپذیره که شما نمایندگان واقعی مردم هستید و سیاستی که دارید برخواسته از دل و عقل مردم ایرانه. میدونن چون خودشون همه پرسی میکنن، تمام شواهد، تمام گزارش هایی که آدم میشنوه این است که خودشون همه پرسی میکنن، خودشون میدونن بعض چقدر خرابه. حالا آقای روحانی اومده گفته که یه دفعه همه پرسی رو با اعلام آزاد بکنیم تا مردم بدونن که چقدر اون نظریاتی که در خلوت میگن و میترسن نظریات اکثریت، الان دیگه در اومده دیگه، مثلا 70-80% میگن، بین 70-80% مردم خواستار این روابط هستن. به یک روایتی حتی اون هم خودش چیز نیست، یعنی ضرورتی نداره شواهد غیر آماری، شواهد غیر همه پرسی، شواهد از خاطراتی که مردم میگن، از جایی که مردم دلشون میخواد بیشتر از همه سفر بکنن، بچه هاشون رو کجا بفرستن. خود رهبران رو نگاه کنید، چقدر از چند تا از بچه هاشون در آمریکا سفر میکنن، چندشون سعی میکنن به آمریکا بیان و اینجا بمونن، بچه هاشون رو در دانشگاه های درجه که اینجا یا درجه دوی اینجا بفرستن. یعنی فضای اورولی، واقعا فضای ایران یه جور فضای اورولی، از یه طرف رژیم میگه که نماینده حاکمیت خدا بر زمینه، حرفش هم مطلقه، از یه طرف دیگه میترسه، میگه این باز کردن یک باب خطرناک و مسموم کننده است در سیاست ایران. که چی؟ که از مردم بپرسید نظر شما در مورد یه مسئله مهمی مثل روابط ایران و آمریکا چیه؟ آقای دکتر، نظرتون راجع به این تضادی که مشاهده میشه بعد از اینکه روحانی و آقای ظریف آمدن به سازمان ملل و برگشتن، آقای خامنه‌ای که به طور قطع چراغ سبز داده بود که برن و حتی بدون اجازه او امکان نداشت که روحانی با اوباما صحبت بکنه، چگونه است که میاد میگه یکی از کارهایی که کرده بودن اون کار درستی نبود؟ این داستان چیه؟ نگفتن کدوم کار نبود، گفتن بعضی کارهای نابجا بود. که خب من فکر میکنم خوب بود میگفتن کدوم کار نابجا بود، خیلی کارهای اینا کردن. کارهایی که من میدونم کردن، از تلفن بگیرید تا مذاکره یک ساعته آقای ظریف با آقای کری بگیرید، تا مذاکره مکرر هیئت ایران با هیئت‌های اقتصادی آمریکایی، با هیئت‌های دانشگاهی آمریکایی، با نمایندگان دستگاه‌های اتمی آمریکایی، همه این جلسات انجام شده. کدوم یکی از اینا نابجا بوده؟ جلسه چند ساعته در منزل سفیر ایران در سازمان ملل با هیئت برجسته دانشگاهی‌های آمریکا نابجا بوده یا تلفن نابجا بوده؟ جلسه نیم ساعت یه ساعته آقای چیز نابجا بوده؟ می‌دونید نمیشه هم خدا رو خواست هم خرما، نمیشه هم چراغ سبز داد و هم برای اینکه تیپایی مثل کیهان و بعضی از این طرفداران سپاه، نه همه سپاه، برای اینکه واضحه خیلی‌ها در سپاه ناراضی هستن. ببینید سپاه هم دو قسمته، یه دشون اونایی هستن که دارن از طریق قاچاق و اقتصاد برادران قاچاقچی
میلیاردر و مولتی میلیاردر میشن. آیا یک کسی مثل بابک زنجانی بله. که در نتیجه فضای فاصله اقتصادی به قول خودشون 17 میلیارد دلار به جیب زده، او عادی شدن روابط رو میخواد؟ او در یک اقتصاد آزاد قانونی، در یک اقتصاد شفاف، در یک اقتصادی که رقابت باشه محلی از اعراب داره؟ میتونه به این ثروت برسه با اون بخش خصوصی که در ایران الان 35 ساله داره واقعا با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه میداره؟ من با بعضی از این دوستانم که در ایران کار میکنن، شرکت های کوچیک دارن، اصلا داستانهایی که میگن از فساد، از فشار، از فشاری که سپاه برشون میاره، از پولایی که باید بدن در هر سطحی برای اینکه کوچکترین قرارداد بگیرن، بعد بازم پولشون رو بهشون نمیدن. خب توی یه فضایی که روابط عادی بشه، فضای امنیتی برداشته بشه، سپاه یه مقداری برگرده به کار خودش که همون به اصطلاح نظامیگری است، به جای اینکه تبدیل بشه به کاسب بزرگ مملکت در همه زمینه‌ها، یا حداقل کاسب قراردادهایی که بعد میده با یه درصدی برمیداره میده به زیر دستا، اون زیر دستا با یه درصدی برمیدارن میدن به گروه بعدی، تا وقتی که به بخش خصوصی میرسه حداقل مخارجش رو هم نمیتونن تعیین بکنن. اونا مخالف این کار هستن. آقای خامنه‌ای به نظر میاد نمیخواد اینها رو از دست بده، چون پایگاهی جز همینها نداره، و نه میخواد چراغ سبز رو پس بگیره، برای اینکه میدونه چراغ سبز رو الان پس نگیرن، اگر ادامه ندن در این جهت مذاکرات، کل رژیم ممکنه متلاشی بشه. وضع اقتصاد اونقدر به نظر من بحرانی است، وضع اختلافات درونی اونقدر بحرانی است. یه سوم حداقل کابینه آقای روحانی از کسانی هستند که در گذشته در سپاه بودند یا در وزارت اطلاعات مقامات بلند پایه داشتند. اگر اونها به این نتیجه رسیدن که سیاست های 8 ساله اخیر ورشکسته بوده و قابل دوام نیست، اگر آقای قالیباف و آقای ولایتی در مناظره ریاست جمهوری، اونها هم به سیاست 8 سال اخیر بیش و کم به همین زبان بله. صحبت اشاره و نقد میکردن، واضحه که یک بحران جدی هم در سطح پایینه، یک قلیان وسیع از در سطح پایینه صورت میگیره، و یک فشار بین المللی است. این ستا با هم به نظر من خیلی هاشون رو نگران کرده. وقتی حداد عادل میگه که امروز جامعه ایران از هر زمان دیگری آرزوهاش، سبک زندگیش، افکارش غربی تره، این نشون دهنده یه بحران عظیم فرهنگی در کنار بحران اقتصادی است. ببینید این رژیمی است که تغییر جامعه رو اسلامی کردن، به قول خودشون اسلامی کردن جامعه رو در رأس برنامه‌اش گذاشته بود. آقای خمینی اون زبان معروف خودشون گفتن که اقتصاد مال خره، ما برای اقتصاد انقلاب نکردیم، ما برای اسلامی کردن انقلاب کردیم. 35 سال بعد میلیاردها دلار پول خرج کردید، دانشگاه در انحصارت بوده، تلویزیون و رادیو در انحصارت بوده، مطبوعات در انحصارت بوده، کتابای درسی در انحصارت بوده. حالا میگید جامعه خیلی قبل از پیش غربی تره. درستم میگید، از موسیقیش بگید تا لباسش، از شعرش بگید تا معماریش، فقط هم غربی نیست، اتفاقا خیلی زیباست اون چی که داره در میاد، هم غربیه هم امروزی. امروزیه آقای دکتر بله. امروزی به یه شکل بقایت زیبایی امروزی است. من واقعا بعضی از این مجله هایی که از ایران در میاد، من مثلا چند روز پیش داشتم چند شماره از یه مجله تاریخ هنر رو میخوندم که از ایران در میاد، و چند خانوم این مجله رو را میدازن، شگفت انگیزه از غنای فرهنگیش، از افتخارش به ایرانی بودن، و در عین حال از کنجکاویش نسبت به اینکه جهان چیه و چگونه است و باید یه ترکیبی پیدا کنیم که ایرانی و جهانی باشه. نه از ایرانیتش خجالت میکشه بلکه بهش بسیار مفتخره، نه کاملا مفتون غرب، فکر میکنه هر چی که در غرب اتفاق افتاده تافته جدا بافته است، ولی فکر میکنه اونجا اتفاقات مهمی داره میفته
ما اگر یاد نگیریم، انتخاب نکنیم، گزیده نباشیم در اونچه که برمیگزینیم و حس تمیز نداشته باشیم، از قافله عقب مونیم. این اتفاقی است که در سطح جامعه در وسیع‌ترین اقشار و در انواع فرم‌های بیان، از معماری تا زبان فارسی، از نقاشی تا نب، شما واقعا کارهایی که در روزنامه نگاری در ایران داره میشه، مجلاتی که در میاد از لحاظ بار و قنا و تکسرش، این اصلا ربطی به اون پوسته بالایی که مثل بختک رو این جامعه افتاده نداره. خیلی ها متوجه شدن که اون پوسته بالا، اون عده قلیلی که دارن میخورن و میلیاردر میشن و پرش سوار میشن و آپارتمانشون آسانسور داره که پرششون رو ببره در سطح خونهشون، اون با اکثریت جامعه ایران که دارن در فقر روزافزون زندگی میکنن تماسی ندارن، یعنی بچه اشتراکی ندارن. من کنم تلفن منظورش بود که وقت تموم شده. نه خیر آقای دکتر. آقای دکتر ما 3-4 دقیقه وقت داریم، تو این 3-4 دقیقه نظرتون چیه راجع به این توضیحی که آقای خامنه ای دادن به سپاه که در سیاست دخالت نکنن، به دنبال توضیح مشابهی که آقای روحانی داده بودن، ولی مطلقا این حرف مورد قبول واقع نشده و اونا کارشون رو دارن ادامه میدن و دخالت میکنن و اظهار نظر میکنن و منعکس میشه؟ آیا واقعا خامنه ای دیگه کلاهش پشمی نداره به قول خودمونی ها، یا هناش رنگی نداره دیگه، یا اینکه این هم یک ترفند دیگری است که شاهدش هستی؟ حالا من گمانم همیشه این بوده، از 4-5 سال پیش و چند بارم در مقالات مختلف نوشتم که من فکر می‌کنم بعد از 2009 در واقع سپاه دست بالا رو پیدا کرد در سیاست، و اینکه آقای خامنه‌ای که پایگاه اجتماعی وسیعی در مردم نداشت، بله، آقای خامنه‌ای شباهتی با آقای خمینی نداشت که واقعا یه پایگاه و یک کاریزمای و یک اعتبار به اصطلاح الهیاتی، اعتبار حوزوی داشته باشه. ایشون بیشتر یه چیز سیاسی بودن و هر روز قدرتشون بیشتر و بیشتر وابسته به پایگاهشون در سپاه شد. بعد از 2009، بعد از اینکه تصمیم گرفتن به طور یک جانبه برن به طرف احمدی نژاد و سرکوب رو بپذیرن و دست سپاه رو باز بگذارن، لباس شخصی ها و بسیج رو، چه در اقتصاد، چه در سیاست، چه در فرهنگ، چه در کنترل نفت، خب سپاه بعد از این مدتی به این نتیجه رسید که دیگه بسه، دیگه قدرت واقعی رو اونا دارن. من فکر کنم یکی از چیزهای جالب، یکی از اون جریانات جالبی که کمک کرده به انتخابات اخیر و تحولی که در انتخابات و شکلی که انتخابات پیدا کرده، اونی که یه دفعه خود آقای خامنه‌ای هم متوجه شدن که سپاه دیگه به قول شما خط ایشون رو زیاد نمیخونه. ایشون یه چیز میگه، فردا سپاه یه چیز کاملا متفاوتی میگه. فرمانده درجه دو سپاه به خودش حق میده که در مورد سیاست خارجی مملکت اظهار نظر بکنه. فرمانده یک شهر کوچیکی در جنوب، بله، اظهار نظر کرده در مورد مسئله که خود آقای خامنه‌ای گفته آقا دیگه شما اظهار نظر نکنید. این یک جنی است که از شیطان در از بطری در اومده، به قول آمریکا، یا برگردوندنش در بطری کار دشواری است. جای امید در این هست که خیلی از کسانی که در سپاه هستن به گمان من متوجه هستن که سیاست رهبران سپاه در چند سال اخیر مملکت رو و سپاه رو و رژیم رو به یک بحران بالقوه خطرناک کشونده، و اگر اصلاح نکنن خودشون رو و اگر به یک سهم کمتری قناعت نکنن، کل بازی رو از دست میدن. آقای دکتر عباس میلانی، بی نهایت سپاسگزارم از فرصتی که به من دادید. با جنابعالی خداحافظی میکنم، رفع زحمت میکنم تا فرصت دیگری که انشالله بتونم در خدمتتون باشم. خدمت از بنده. خواهش میکنم. روز شما بخیر. از کارگردان جوان فنی برنامه آقای امیر درخشان نهایت تشکر دارم که مطابق معمول کار رو
با نهایت مهارت انجام میدن با امکانات محدودی که در اختیار هست در حال حاضر. امکانات داره روز به روز کامل میشه و ما منتظر هستیم که به زودی بتونیم با لندن و با استودیوی اصلی ایران فردا مستقیم در تماس باشیم. روز و روزگار به شما خوش، تا فرصتی دیگر.